در نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع، آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامظله که روزانه با حضور علما، فضلا و عموم مؤمنان در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود، یکی از سوالهایی که 16 ذیحجه 1443 از معظم الله پرسیده شد این بود که آیا توقیعهایی که شیخ مفید نقد کرده که از امام زمان عجل الله فرجه به ایشان رسیده است معتبر می باشد؟ پاسخ آیت الله العظما شیرازی را با هم ببینیم و بشنویم. لأن الراوی لها الناقل لها شخص جلیل القدر عظیم المنزل مثل شیخ المفید تعتبر صحیح وان كانت في الغیبة الكبرى. يعني شوفوا إذا فد واحد أنتوا عاشرتوه من جيرانكم ما شفتوا منه إلا الوثاقة، هذا إذا نقل فد شيء تقبلوه. الشيخ المفيد عظيم المنزلة جليل القدر جدا، فإذا هو ينقل أن هذا التوقيع وصلني من المولى عجل الله تعالى فرجه الشريف وصلوات الله وسلامه عليه يقبل منه. در نشست علمی 16 ذیحجه همچنین سوال‌های مختلف دیگری درباره تعلق خمس به عین مال، حکم قرائات سبع در نماز، رجعت ائمه علیهم السلام و در مورد شخصیت مختار و زید بن علی پرسیده شد که حضرت آیت الله العظما شیرازی دامظله به یکایک سوال‌ها پاسخ‌های تفصیلی دادند. لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامظله به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم رأس ساعت 12:15 به وقت محلی برگزار و از شبکه امام حسین علیه السلام به صورت زنده پخش می‌شود.